درود و وقتتون بخیر. از اوتت مارکت اورا هستم با تحلیل داده‌های بازار کار ایالات متحده و تأثیر اون در بازارهای مالی. مثل همیشه ابتدا اجازه بدید با بررسی داده‌ها شروع کنیم و بعدش بریم ببینیم که تأثیر اونها در بازارها به چه صورت میتونه باشه. خب دادایی که منتشر شده میدونید دادای اشتغال بخش های غیر کشاورزی هستش برای ماه اکتبر که اینجا نشون میده چقدر شغل ایجاد شده و میانگین های درآمدی به چه صورت بوده. اجازه بدید یکی یکی بررسی کنیم. عدد اصلی رو از عدد اصلی شروع کنیم. تعداد شغل های ایجاد شده در ماه گذشته 12,000 تاست، بسیار کمتر از 106,000 تای مورد انتظار و 223,000 تایی که در ماه قبل از اون بود. این عدد عددی نیست که بهش بشه اعتماد کرد و روش حساب کرد. دلیل اصلیش هم این هستش که ما میدونیم که در طی ماه گذشته دو تا طوفان داشتیم در ایالات متحده و این طوفان ها از یک طرف از طرف دیگه ما اعتصاب بوئینگ رو داشتیم و چند تا مشکلات اینطوری که اینها تاثیر گذاشتن رو بازار کار و تاثیر اینها تاثیرهای بسیار سطحی و مقطعی هستش. نباید اینها رو در واقع یک به عنوان یک عدد اصلی و یک نکته در نظر بگیریم. نکته ای که هستش اینه که ما باید نگاه کنیم، یعنی با توجه به شرایط خاصی که در ماه گذشته داشتیم، ما باید نگاه کنیم به نرخ بیکاری در این دفعه که می‌بینیم که خب نرخ بیکاری در 4.1% ثابت باقی مونده که خب دلیل اصلیش هم این هستش که خیلی از این شغل‌ها که حالا فرصت شغلی ایجاد نشده به خاطر مسائلی که از کردمه و میدونیم که شرایطی که داشتیم به خاطر این طوفان ها و اعتصاب ها خیلی ها حالت مرخصی هستن و اینها جزء نرخ بیکاری حساب نمی شوند و اینها جزء اینها بیکار در واقع حساب نمی شوند. به همین دلیل هم هستش که میبینیم که هم درخواست ها برای دریافت بیمه بیکاری عددش خیلی کم بوده در هفته گذشته و همینطور میبینیم که خب نرخ بیکاری هم در 4.1% ثابت باقی مونده. اما میانگین ساعت کاری از 34 ساعت و 34.3 ساعت پیش بینی میشد که مقدار کاهش پیدا بکنه به 34.2 ساعت برسه که خب در همون 34.3 ساعت باقی مونده. در این حال میانگین درآمد ساعتی هم رشد 14% ماهانه داشته و 4% سالانه که خب هم بیشتر از پیش بینی هاست در مقیاس ماهانه، هم بیشتر از ماه قبل، در مقیاس سالانه هم بیشتر از ماه قبل و برابر با پیش بینی ها که خب این میتونه در واقع یه جورایی عدد خوبی باشه. در بخش خصوصی میبینیم که شغل ها 28 هزار تا از دست رفته که خب اونم بیشتر به خاطر شغل هایی هستش که در بوئینگ ما داریم و چند تا شرکت دیگه که داشتیم. خب اینم عرض کردم خدمتون دلیل به چه دلیل، دلیل اصلی که عرض کردم خدمتون چی هستش. به همین دلیل هم این داده ها رو ما بیشتر باید به این توجه، یعنی این دفعه با این که در واقع حالا اهمیت بالاتری داره خود عدد اصلی نان فارم پیرول، این دفعه ما باید به نرخ بیکاری و میانگین درآمد ساعتی نگاه کنیم. از این داده ها میتونیم اینو در نظر بگیریم، اینو متوجه بشیم که وضعیت بازار کار در این حالی که مقدار آرامتر شده، وضعیت بازار کار وضعیت نسبتا خوبیه، میانگین درآمدی بالا هم نشون دهنده این هستش. دیروز هم که ما دیدیم دادهای پی سی منتشر شد، دیدیم که میانگین درآمد بالا نشون دهنده کلا این هستش که کارگر درآمدش نسبتا خوبه و این میتونه همچنان دیمند یا اون درخواست رو در بازار مصرف در پای داشته باشه و مانع از این بشه که تورم بخواد با سرعت خیلی بیشتر از اینی کاهش پیدا بکنه. با توجه به این شرایط بریم ببینیم در بازارها انتظار چیه. خب انتظار این که ما انتظار داشته باشیم که در قدم اول این داده‌ها تاثیر منفی حداقل در کوتاه مدت رو شاخص دلار داشته باشه است طبیعیه، چون نشون میده 12,000 تا کاره. ولی خب با توجه به مسائلی که عرض کردم خدمتون و شرایطی که عرض کردم خدمتون، این داده این واکنش باید یه واکنش کوتاه مدت باشه و بعدش ما باید احتمالا وضعیت دلار رو همچنان قوی داشته باشیم. دلار تا بالاتر، تا زمانی که بالاتر از 103 هستش، نقطه حمایت کریتیش بین 103 تا 103.50 هستش. تو این سطوح دلار همچنان، تا زمانی که بالاتر از این سطوح دلار همچنان، شاخص دلار شاخص قوی در نظر گرفته میشه و این اعدادی که امروز داشتیم خب نشون دهنده این هستن که وضعیت بازار کار، میگم برخلاف این که NFP 12,000 تا بوده، دادهای دیگه نشون میدن که وضعیت بازار کار وضعیت چندان بدی نیستش. اما دلار اون روند نرم نزولی که صحبت کرده بودیم ازش، اون روند نرم نزولی رو بعد از این داده ها میتونه داشته باشه و ادامه بده. یعنی صحبت کردیم که تا این داده ها یه مقدار وضعیت خونسا با گرایش نزولی خواهد بود، اما بعد از این داده ها ما باید ببینیم چه. درسته که این داده ها نشون دهنده اینه که وضعیت بازار کار نسبتا وضعیت خوبیه و در این حال سرد شدن بازار کار رو هم نشون میده که این نشون دهنده اینه که دلار اون روند نرم نزولی خودش رو میتونه ادامه بده. خب این تضعیف نسبی دلار باعث شد که طلا تقویت بشه. خب دلار ضعیف‌تر
معمولا باعث تقویت طلا میشه، ولی همچنان از که خاطر ریسک بازار چون بالاست، طلا همچنان در وسط درخواست باقی میمونه. حالا چه حتی که دلار تقویت هم بشه، بازم طلا روندش همچنان روند عمومی صعودی. در بازار سهام اگر بخوایم در نظر بگیریم، خب چون این داده ها نشون میده وضعیت بازار کار وضعیت ضعیفی هستش و بانک مرکزی تشویق میشه برای ادامه سیاست های کاهش سیاست های انقباضی و ادامه سیاست های انبساطیش، این میتونه به نسبه برای بازار سهام یه خبر خوبی باشه. ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون، این عدد 4.1% نرخ بیکاری و 14% در میانگین درآمد ساعتی ماهانه عددی هستش که چندان به نفع بازارهای سهام نیستش. یعنی این اعداد نمیتونه روند عمومی نزولی که الان شکل گرفته در طی 2 هفته گذشته رو بخواد تغییری بده. در در واقع هفته سوم که ما هم در واقع هفته قبل از اون، درسته که یه مقدار بالاتر بسته شد و این نسبت به بالاترین سطوح هفته پایین تر بود، هفته دو سه هفته قبل دو هفته قبل هفته قبل هم پایین تر بسته شد بازار، و این هفته هم با توجه به شرطی که داریم قطعا با ضرر بسته میشه و اون روند نرم نزولی که ما در طی 2 هفته گذشته داشتیم میتونه همچنان ادامه داشته باشه. و از اونجایی که گزارش های درآمدی اصلی هم منتشر شد و ما دیگه سورپرایز زیاد بزرگی در بین قول‌ها در هفته آینده نداریم، میتونیم انتظار ادامه روند نرم نزولی در بازارهای سهام رو داشته باشیم. این داده‌های بازار و کار تفسیرش و تأثیری که میتونه رو بازارهای مختلف بذاره، امیدوارم که درتون خورده باشه. بازم اگر سوال داشتی در زیر ویدیو بنویسید، سعی کنم در من فرصت برگردم و به سوالات شما پاسخ بدم. تا فرصتی دیگر، خدایا رو نگهدارتون.